ولی باید قسمه که من گفتم زمان باید عزیز ندهیم. هر که متوجه رنگ یا لکی که در روی لباس یا بعضی وسایل دیگه ما متوجه میشیم باید زودتر اقدام کنیم و زودتر پاکشان کنیم. و زکیه جان خودت هم شاید دیده باشی و این یک چیز عام است، بیشتر از آقایان در جیب کرتی خود یا در جیب لباس خود از قلم استفاده میکنن. دقیقاً ما میخواستم همین قلم وقتی یک مدت در روی لباس بمانه یا در جیب لباس بمانه این رنگ نشر میکنه، یک قسم نشر میکنه، همین لباس کثیف میسازه و به خاطر اینکه آقایان هم همون لباس ها یا دریشی خود یا یخنقاق خود ها بیشتر دوست می داشته باشن، به خاطر اینکه اونا هم در درد سر زیاد دچار نشن میتونن که از شیر و دوغ استفاده کنن. چقدر جالب. خودت فکر کنم تا حال تجربه نکردی. خب پس این خوردن استفاده کردیم از دوغ. خب است که عملی که من میگم شما هم استفاده کنید، فقط شیر با کم شیر یا دوغ کم با مخلوط کنین و بعد امی لباسی که جای قسمتش رنگ پر شده ایره داخل امی شیر یا دوغ بگذارید. یعنی برای 5 دقیقه یکیش هم میتونیم استفاده کنیم، یا شیر یا دوغ. یا شیر یا دوغ، فقط یکیش هم میتونین که استفاده کنین. مردوش زمان از کجا بشه؟ نه خیلی، یکیش هم میتونین استفاده کنین و ایره بعد از 5 دقیقه که در شیر یا دوغ ماندین بعد از 5 دقیقه ایره بکشین و آب کش کنین. اگر امی لکه یا رنگ باقی مانده بود در روی لباس ها ایره میتونید که دوباره امی عمل انجام بدین به خاطر ای که کاملا امی رنگ از بین بره. چقدر خوب. خب بعضی خانم ها در وقت که خودت بیشتر میفهمی از رنگ ناخن زیاد استفاده میکنن و در وقت استفاده کردن از رنگ ناخن میشه که لباس هایشان کثیف شه، پس یارا چیگونه پاک کنن؟ اینو فقط میتونیم با همی شیر یا دوغ میتونیم که استفاده کنیم کاملا پاک میشه، یا فقط به خاطر ای که بعض رنگ ناخن های تو یک قسم پلاستیکی رقم میباشن اینا رو بگذاریم که خشک شون یا که یکم یخ بالایشون بگذاریم تو که خشک شه، بعد اینو میتونیم با یک چیز تراش کنیم پاک میشه، کاملا پاک میشه و ما هم اونقدر ناراحت نمیشیم به خاطر لباس یا بعض از اشیاء دیگه ما. خب زکی جان بعضی وقت ها شاید متوجه شده باشین که در روی موبایل یا بعض اشیاء دیگه که رنگ میریزه و بیشتر از خانم هایی که مبلای خوده یا بیشتر از اشیای دیگه خانی خوده دوست می داشته باشن بسیار ناراحت میشن، میگن که ولی من این مبل بسیار قیمت خریدم ولی با رنگ کثیف شد، حال نمیتونم استفاده کنم. نخیر، نمیتونیم که مبلا رو دور بندازیم. چون یک راه حل ساده به خاطر از این امروز در معلومات جمع کردیم که میخوایم براتون بگویم، شما هم از یک مبلا رو هو طرف بندازین. خوب است که اونا رو نگاه کنین، از این راه حل که من میگم استفاده کنین. میتونه که فقط همین قسمت از مبل که با رنگ البته رنگی شده اینو فقط کم تر کنین، بعد روی از این نمک بریزین. روی از این که نمک ریختین بعد با یک پارچه تمیز اینو بمالین. وقتی که اینو با پارچه تمیز پاک کردین بعد با یک پارچه دیگر اینو کاملا پاک کنین و خوش کنین، کاملا تمیز میشه و شما هم اونقدر ناراحت نمیشین به خاطر اینکه غم و غصه بخورین که مبل ما رنگی شد. چقدر موضوع جالب و تا حالا فکر نکنیم کسی از نمک به خاطر پاک کردن رنگ استفاده کرده باشه. اما دوست عزیز بسیار موضوع جالب است که ما نه به یک شی اضافی ضرورت داریم. نمک چیزی است که همیشه در خانه ما پیدا میشه و مناجان میگه که فقط اول ترش کنین بعد نمک بردین و بعد اون با یک تکه تمیز پاکش کنین که بیخی پاک کاملا شه. پاک میشه. باز خود تان بپالین که در کجا رنگ ریخته بله کاملا پاک میشه و این عملی که من گفتم شما هم میتونین که انجام بدین تا که از این ناراحتی ها و دردسرها نجات پیدا کنیم. روی یک موضوع دیگه که بیشتر وقتها اگر دیده باشین همی فرش ما با یک چیز رنگی میشه و بیشتر از خانم ها دختر خانم ها زیاد جگرخون میشن که چطور بتانیم این رنگ پاک کنیم. فقط میتونین از ماست کمک بگیرین، ماست بالای امی قسمتی که رنگ شده بریزین. یعنی بالای فرش؟ بالای فرش اما قسمتش که فقط رنگ شده در اون قسمت ماست بریزین، بعد با قاشقی را جمع کنین، بار بار همین قاشق البته ماست از روی فرش جمع کنین به خاطر اینکه چندین بار این کار
تکرار کنین، بعد میبینین که چقدر پاک میشه. یعنی فرش ماست رنگ فرش به خود میگیره. آها بله، چون بار بار همی عمل انجام میدیم به خاطر ای که همین ماست ما کاملا رنگ به خود جذب کنه تا که کدام اثر از رنگ در روی فرش باقی نمانه. چقدر جالب. و این توصیه ها فقط به خاطر رنگ های تازه می باشه. به خاطر رنگ های قدیمی ما نمیتونیم از اینا استفاده کنیم. به خاطر رنگ های قدیمی میتونیم از یک روش خوبتر و ساده تر دیگه استفاده کنیم که میتونیم با یک قاشق سرکه و با یک قاشق مای ظرفشویی اینا رو مخلوط کنیم، بعد قسمت با آب گرم البته مخلوطش کنیم، بعد با یک دستمال یا اسفنج تمیز بگیریم روی اون قسمت جایی که رنگی شده او رو بمالیم، بعد با دستمال خشک دیگه بگیریم کاملا خشک کنیم و کاملا پاک پاک میشه، اصلا هم اثر از رنگ باقی نمیمونه. بسیار جالب و بسیار موضوعات خوب. و کالاها میتونه که فقط کالاهای سفید و آبی که مثلا یک رنگ باشه رنگ آلود شوه و همه قسم پاک شوه، یا در کل کالاهای رنگه هر در کل همه کالاهایی که ما میگیم لباسهایی که رنگهای روشن داره ما میتونیم که از این روش ها استفاده کنیم، چون فقط به خاطر کالاهای سفید یا کالاهای رنگای فیروزه ای اینا نیست، در کل میتونیم از لباس های روشنی که استفاده میکنیم بله. با رنگ قلم یا بعض رنگ های دیگه که اونا رنگی میشه میتونیم که از این روش ها استفاده کنیم. بسیار خوب. خب مهنا جان میشه بگید تا حالا برای خودت یک قسم اتفاق افتاده که او را پاک نکرده باشی و ناراحت شده باشی و رای حلش امروز یافته باشی و گفته باشی که امروز بسیار جگرخون بودم رای حلش ایجاد؟ البته زکیه جان بر خودم اتفاق افتاده، چون بیشتر از خانم ها یا دختر خانم ها به اشیا یا لباس خود بیشتر دوست می داشته باشن و خودم هم تقریبا یک مدت پیش همین اتفاق بر من رخ داده بود ولی راه حلش نمی فهمیدم، ولی امروز وقتی که خواندم معلومات خواندم با دوستا شریک ساختم گفتم کاش به زمانه میتونستم بر بگردم و همون لباس من یا همون اشیای من که رنگی شده بود میتونستم که اونا رو پاک بسازم و دوباره ازشان استفاده کنم. ولی دوستایی که همین اکنون بیرنده هستن، خانم ها یا دختر خانم هایی که همین لحظه ما را از طریق تلویزیون تماشا میکنن، شما میتونین از همین روش هایی که من گفتم براتون استفاده کنین، نی اشیا نی لباستان رنگ اثر رنگ در او باقی نمیمونه، شما میتونین که از راه های ساده و آسان استفاده کنین. چقدر خوب. اگر مو کالا را نگاه کرده باشی پس او تبدیل شده به قدیمی میتونی پس پاکش کنی؟ نخیزه که جان نگاهشان نکردیم، چون دیگه یک چیزی که خراب شد همه قسم ما کار سرتیری او طرف انداختمش. مقصدم فقط از این بود که مورا این قدیمی شده، مقصد اگر حالا پیشت می بود. خب بر ما بعضی وقتای قسم اتفاقات افتاده، خصوصا یک باری که بیشتر ما خانم ها وقتی که محفل میریم از رنگ ناخن استفاده میکنیم، وقت استفاده کردن از رنگ ناخن، رنگ ناخنی هم که بسیار رنگش تیز، کالایم کثیف شده و به جای از اینکه پس کالای را عوض کنیم یا برم به محفل شیشتیم و غم و غصه و کالای ما خوردیم، هم محفل از دست دادم هم با جگرخونی امروز خود تیر کردم. کاش هم وقت می بودی اسپیشت پرسان میگن. کاش که، ولی خوب است که امروز فهمیدین دیگه بل. هم شما در سر رنگ های لباس یا بعض رنگ که در روی فرش یا مبل اینا میرزه شما هم میتونید با همین راه های ساده ای که من گفتم میتونید استفاده کنین. بسیار خوب. خوب مهناز جان، زنگ زدن بعضی کالاها نه، بعضی تنابای می باشن از آین می باشن یا آلومینیومی می باشن، آلومینیوم خود حتما نمی باشه، یعنی از آین می باشن، اینا وقتی کالا بالاشون عوار میشه و یا هم مدتی در پالی یک آین قرار می گیرن زنگ می زنن، بر از یوم یک راه حل داری؟ طبعا میتونیم از این راه های حل استفاده کنیم، با شیر یا دوغ میتونیم این رنگ ها رو کاملا از بین ببریم، چون بیشتر لباس های سفید زنگ زده میشه روی تناب که آویزان میکنیم، اگرچه ما در معلومات قبلیم گفتم براتون که اصلا لباس نباید بالای تناب آویزان کنیم، اگر آویزان میکنیم فقط از یخن گرفته با دو قیتک اونا رو آویزان کنیم تا که کل لباس نباید روی تناب آویزان کنیم و به خاطر از این میتونیم که از شیر یا دوغ استفاده کنیم کاملا نمی اثر زنگ زدگی که روی لباس می باشه از بین می بریش. چقدر خوب. خوب خودت گفتی که مبل فرنیچر را چگونه پاک کنیم، لباس هایی که زنگ میزنه چگونه پاک کنیم، و همچنان وقتی بیشتر مردا عادت دارن از قلم استفاده میکنن و قلم هم در جیب خود میگذارن اما قلم قی میکنه، پس از اینا گفتی چگونه استفاده کنیم، و آیا میشه بگویی که وقتی یک کالا با رنگ کثیف میشه یا رنگ بالایش میریزه
پس وقتی ما از این روش های استفاده میکنیم و را پاک میسازیم، پس به کیفیت کالا کدام ضرر وارد نمیکنه؟ نه خیر، به کیفیتش اصلا ضرر وارد نمیکنه. چون و این روش های ساده ترین روش های به خاطر پاک کردن لکا امی بود که من امروز گرفتم، خواستم که با دوستا هم شریک بسازم. خدا کنه که اونا هم یک چیز ازی گرفته باشن بتونن که استفاده کنن، چون یگانه راه حل های ساده ایش همی بود که به خاطر اینکه به کیفیت کالا هم صدمه وارد نکنه و هم زیبایی کالا رو هم از بین نبره. فقط میتونین از این روش هایی که گفتم استفاده کنین. بسیار روش های زیبا و دوستای عزیز، در عین حال بسیار روش هایی بود که حداقل ما در خانه از مو اشیای دست داشته خود میتونیم استفاده کنیم و مو مبل خود و کالای خود هر چیزی که کسب میشه مو را پاکسازی کنیم. و ان شاء الله سبا هم مهناز جان روی عزیز صحبت میکنه که شیشه های خانه یا شیشه های پنجره را چگونه لکه گیری کنیم و از کدام تکه ها استفاده کنیم که تا شیشه های ما زیبا بمانه. روی عزیز صحبت خواهد کرد. خب امروز بازم میایم روی این لکه ها و چون میفهمیم که لکه های لادادنی ما نیستن، همیشه بدونشن یک جای ما نه، یک جای ما وقتی از یک چیز استفاده میکنیم و وقتی خانه خصوصا رنگ میشه، حتما یا کالای خود ما یا کالای مردایی که رنگ مالی میکنن البته از اعضای فامیل ما باشن کثیف میشه. پس میتونیم که از اینا هم از این روش ها استفاده کنیم. از این چند روش ساده که ما گفتم شما میتونید به خاطر هر نوع رنگ که در روی موبایل یا روی لباس میریزه میتونید از این روش ها استفاده کنین، یا با شیر یا دوغ یا با کم ماست یا با هر همین چند چیز دیگه که ما گفتم میتونید استفاده کنین. اینا هم خیلی خوب هست و خیلی راه های ساده است و میتونیم از اون چیزهایی هستن که در معمولا در خانه می باشه. اصلا نیاز نیست که به خاطر یک رنگ بخوایم بریم بازار یک چیز پیدا کنیم، یک مواد را پیدا کنیم تا که این را پاک کنه. ولی نه، راه های ساده شمی بود که ما براتون گفتم، شما میتونید از این راه های ساده استفاده کنید. برای خانم های خانه خصوصا مهم است که باید این روش ها را یاد داشته باشن، به خاطر که خانم های خانه میشه در خانه هستن، نمیشه که گفته خودت به خاطر رنگ کم و یا هم به خاطر ریختن یک رنگ بریم از بازار یک شی مخصوص خریداری کنیم. پس همین روش های ساده رو باید یک خانم خانه یاد داشته باشه تا که با مشکل سر نخوره با وقتی که یک لباس یا یک فرش یا قالینشون از پیششون رنگ آلود میشه، پس مشکل نباشه که برشون او را پاک کنن. تشکر از خودت مهناز جان که برنامه تشریف آوردی، شما حمزه کی جان که ما در برنامه زیبایتون دعوت کردیم، و تشکر از بیننده ها هم که تا ایدم ما را همراه بودن. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.